خانم افشین جم، صبح شما در کانادا بخیر. ممنون که برای این برنامه وقت میگذارید. ازتون سوالی دارم درباره این کارزار جدید استودیوم برای زنان، کارزاری که ظاهرا توسط شما به راه افتاده. ممکنه برای ما از جزئیات این کارزار بگید و اینکه قراره که چه اتفاقی بیفته و چه هدفی رو شما دنبال میکنید؟ خیلی ممنون که منو دعوت کردین روی این پروگرام و خیلی ممنون که اجازه بدین انگلیسی صحبت کنم، برای اینکه به خصوص راجع به موضوع بین المللی و قانونا خیلی راحت ترم انگلیسی صحبت کنم. پس یه ذره توضیح بدم راجع به این کمپین که شروع کردیم با دکتر مصطفی عرب، دکتر دریا صفایی و آقای محمد بیات. چند تا توضیح میدم راجع به کمپین که ما نوشتیم به آقای سپ بلاتر که پرزیدنت فیفا هست. We really wanted to draw attention to FIFA about the misogynistic and discriminatory. می‌خواستیم توجه فیفا رو به قوانین ضد زن و تبعیض‌آمیز در رابطه با حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی در ایران جلب کنیم و بهشون فشار وارد کنیم تا به آیین‌نامه خودشون، قوانین سوئیس و بقیه قوانین بین‌المللی که همگی اونها رو امضا کردن پایبند باشن و به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کنن تا این دست ممنوعیت‌ها رو حذف کنه. خانم افشین جم، آیا به لحاظ قانونی همچین کاری میسره؟ آیا فیفا به لحاظ قانونی این اختیار رو داره که یک کشوری رو به خاطر عدم حضور زنها یا هر جور محدودیتی که مختص اون کشور میشه از برگزاری شرکت یا میزبانی یک واقعه بین المللی محروم بکنه؟ Definitely they have the responsibility to honor their own statutes, which really فیفا قطعاً در قبال قوانین خودش و احترام به این قوانین مسئوله. قوانینی که در بندهای مختلفش ذکر شده که تبعیض در هیچ کجای رقابت‌های ورزشی نباید وجود داشته باشه، چه در برگزاری، چه در اجرا، چه در لذت بردن از ورزشی مثل فوتبال که مال همه اعضای خانواده است. We were hoping that they'll ban Iran from either participating or even hosting international games. ما امیدواریم که فیفا ایران را از شرکت و میزبانی مسابقات محروم کنه. Case of when the International Federation for the Volleyball مثال خوب در این مورد زمانی بود که فدراسیون بین‌المللی والیبال از این قوانین استفاده کرد و ایران را از میزبانی و شرکت در رقابت‌ها محروم کرد. اتفاقی که بعد از بازداشت قنچه قوامی و رسانه‌ای شدن اون رخ داد. این نهادها قادرند چنین محرومیت‌هایی اعمال کنند، اما خوب می‌دونیم که مسائل مختلفی در این اتفاق دخیلند. مسائل سیاسی، افرادی که از این ورزش‌ها حمایت مالی می‌کنند و رشوه دادن‌ها. ما امیدواریم که فیفا درگیر این مسائل نباشه. هدفی که این کمپین، این کارزار دنبال میکنه، همونطور که گفتید، اینه که ایران از شرکت یا میزبانی در مسابقات فوتبال محروم بشه. آیا فکر میکنید این خبر خوبی هست برای ایرانی ها؟ بله، یعنی هیچ کی دوست نداره اگر ایران شرکت نکنه توی یه چیز بین المللی، ولی as it stands now, only 50% of the population is able to enjoy such a thing. اما در حال حاضر تنها 50% از جمعیت جامعه قادرن از تماشای مسابقات لذت ببرن. مردها از تماشای مسابقات لذت ببرن، اما زنها چی؟ اعتقاد دارم که توی یک بازه زمانی رنج و ناراحتی ایجاد میشه، اما در طولانی مدت همه ازش نفع میبرن، درست مثل هر سیستم تحریمی دیگه. Black people were not allowed to enter buses or they were segregated. 60 سال پیش سیاه‌پوستا در آمریکا حتی نمیتونستن سوار اتوبوس بشن، از جامعه جدا شده بودن و اجازه تحصیل توی دانشگاه هم نداشتن. یا مثلا آپارتاید در آفریقای جنوبی،
در نتیجه تنها فشارهای بین‌المللی و فشارهای اجتماعی که میتونه تغییراتی در جامعه ایجاد کنه و اینجور ناعدالتی‌ها رو در جامعه درست کنه. البته که نبودن ما توی یک اتفاق بین‌المللی ناراحت کننده است. همه فوتبال دوست دارن، مخصوصا ما ایرانی‌ها که بسیار وطن پرست و عاشق فوتبالیم و همین دلیل خوبیه برای ما که روی این کارزار متمرکز بشیم، چون میدونیم که اگه فیفا ایران رو محروم کنه مردم به پا میخیزن و اونجایی که مردم به پا میخیزن تغییر اتفاق میفته. خیلی ممنونم خانم افشین جان. خیلی ممنونم برای وقت شما و امیدوارم که موفق باشین.